این فصل تو این فصل هستیم. دوباره یادآوری میکنم اون فرمالیسم لاگرانژی و همیلتونی رو. لاگرانژی رو دیروز گفتم و همیلتونی رو امروز تاکید میکنم. بعد میریم سراغ کتاب. ببینید دوباره مثال بیارم. مثال امروزم یه کره داشته باشین. وقت این استواش باشه. این قطبش، این یه نصف نهار، این یه نصف نهار دیگه. یه ذره از اینجا میخواد حرکت بکنه بیاد اینجا. کره شعاعش بگیرین A. خب اینجا مختصاتش تتا یک فی یک باشه و این طرفش تتا دو فی دو. میخوام ببینیم که چه مسیری میپیماد. از طریق فرمالیسم لاگرانژی هم میخوایم بریم. خب جوابش بلدیم. چه خطی میپیماد؟ یک چه خطی باید بپیماد؟ چه مسیری باید بپیماد؟ جوابش بلدیم. چیه؟ صرفه جویانه ترین راهش کدومه؟ روی دایره عظیمه که از این دو نقطه میگذره. حالا ببینیم این رو به دست میاریم یا نه. من برایش یه لاگرانژی مینویسم. انرژینتیک چیزی زیادی نداره. انرژینتیکش دی اس رو بنویسم. دی اس مساوی رادیکال ای دو دی تتا دو بلاوه ای دو آر دو دیگه نمیخواد. ای همون آره. سینوس دوی تتا دی فی دو. درسته؟ این الیمنت خط روی چیز دیگه. ایشم بیارم پایین. دی تتا دو بلاوه سینوس دوی تتا دی فی دو. خب دنبال چی میگردم؟ ببینم که تتا تابعی از تی چقدره و فی تابعی از تی چقدره. یه دفعه دیگه این رو دستکاری بکنم. بنویسم رادیکال دی تتا به دی تی به توان دو و علاوه سینوس دوی تتا تی فی به دی تی به توان دو دی تی. دقت میکنین چیکار دارم میکنم دیگه. و بعد لاگرانژیم مساوی انتگرال اکشن ای مساوی انتگرال ال دی تی از تتا یک فی یک تا تتا دو فی دو و مساوی این ایشو بذارم کنار رادیکال تتا دات دو به علاوه سینوس دوی تتا فی دات دو دی تی. خب فرمول لاگرانژ متغیرهایی که دنبالش میگردم این تتا و فی هستن. و فرمول لاگرانژ این بود. از دی الیتون از الیتون این اله که اینجا هست و دی اس بود. الیمنت طول بود که من اینجا نوشتم.
هندیسه به این صورت در آوردم. دی ال به یک کدام از این متغیرها دی اکس دات آی و بعد دی به دی تی منهای دی ال به دی اکس آی این مساوی با صفر باید باشه. ماده لاگرانژ بود. ماده اویلر لاگرانژ بود. این ماده اویلر لاگرانژه. حالا اکس یکم رو بگیرم تتا داد و اون یکی رو هم فی داد. به دست میارم از دی به دی تیه دی ال به دی تتا داد تابعی از تتام هست منهای دی ال به دی تتا این معادله برای یه تتا خواهد بود. حالا دی ال به دی تتا داد چیه؟ یک دوم یه دو از اینجا میارم، یک دوم از این رادیکال میارم، فقط میشه تتا داد به رادیکال تتا داد دو سینوس دوی تتا بلاوی فی داد دو. خب این جمله اول و بعد دی به دی تی منهای دی ال به دی اکس داد یعنی دی ال به دی تتا. دی ال به دی تتا هم اینجا نگاه میکنم تتا اینجاست خواهد شد دو و یک دوم کوسینوس تتا سینوس تتا تقسیم بر رادیکال همین تتا داد دو به علاوه سینوس دوی تتا فی داد دو. خب بعد دیگه چی؟ این باید مساوی با صفر باشه. بسیار خوب. این چیه؟ دی اس به دی تیه. این دی اس به دی تیه. مساویه دی به دی تی بعد تتا داد به دی اس به دی تتا به دی ببخشید دی اس به دی تی منهای دی اس به دی تی این دوتا را حذف بکنید این تبدیل میشه تتا داد به دی اس و برابر میشه با دی دو تتا به دی اس دو منهای این جمله. این جمله هم حساب بکنید ببینید چقدر میشه کوسینوس یا سینوس رو تقسیم بکنید و یه چیزایی بده. اینم دی اس بنویسید اصلا اینم دی اس به دی تی بنویسید کوسینوس تتا سینوس دوی تتا بعد دی اس به دی تی وارونه بکنید دی به دی اس سینوس دوی تتا. و به این ترتیب این معادله رو میتونید سادهش بکنید بقیه یه کارش خودتون انجام بدید. حالا منظورم از این مثال این بود که لزومی نداره شما
به مختصات کارتزیان بچسبین. هر نوع کارتزیان در هر فضایی رو ببخشید، هر نوع مختصات در هر فضایی رو میتونید انتخاب بکنید و مسئله دینامیکتون رو حل بکنید. حالا چیز لاگرانژی رو بگم، همیلتونی رو بگم بهتون. این مثال همون پاک میکنم، اگر خواستین خودتون بشینین تکمیل بکنید و این فرمول رو نگه بدارم. چی گفتین؟ چی بود؟ خیلی الی که ما تعریف میکنیم، این هنوز کلاسیکه، نسبیت هم صحبت نمیکنم. الی که داریم تعریف میکنیم تابع از کیو دات و کیو آی. توی مثال دیده که تتا و فی به جای کیو دات بودند. اون وقت از روی این شما میتونید برای این مختصات، اینم سرعت دیگه ممکنه بیش از یکی هم باشه، کمان که در این مسئله دوتا بود. یه مومنتوم تعریف میکنم، به ازای هر کیو یه مومنتوم پی آی تعریف میکنم مساوی دی ال به دی کیو دات آی. مثلا اگر این الم، ال متعارفی که میشناسیم، انرژی‌نتیک منهای انرژی پتانسیل، یک دوم x دو به علاوه y دات دو به علاوه z دات دو منهای v x y z. این ساده ترین چیزی که میشناسیم. px dl به dqx میشه یه m اینجا بگذارم. میشه mx دات py. چی میشه؟ ببینید این رو بله py. چی میشه؟ بله my دات و mz دات. خود x دات چی میشه؟ مساوی پی اکس تقسیم بر ام. خب بازاته. حالا یه همیلتونی تعریف میکنم، همیلتونی مساوی پی آی کیو آی پی آی کیو دات آی منهای ال. این تعریف همیلتونیه و روی آیا هم جمع باید بزنه. خب این الان چی میشه؟ پی آی کیو دات آی منهای یک دوم ام کیو دات آی علاوه وی. درسته؟ به توان دو. منتها سعی بکنیم همیلتونی رو بر حسب کیو آی و پی آی بنویسیم، لاگرانژی رو بر حسب کیو دات و پی دات بنویسیم، کیو دات و کیو بنویسیم، لاگرانژی رو بر حسب کیو آی و پی آی بنویسیم. پس بنابراین من این Q
QI ها را از اینجا بردارم بنویسم PI QI چی بود؟ از PI بر M منهای یک دوم M PI PI درسته؟ به علاوه V این مساوی میشه با یک دوم P2 بر یک بر دو ام پی دو به علاوه وی. ببینید این همیلتونی رو قاعدتا باید بشناسید. این همیلتونی ایج کیو پی عبارت هست از انرژی کینتیک به علاوه انرژی پتانسیل. لاگرانژی عبارت هست از انرژی کینتیک منهای انرژی پتانسیل. این نمیشم یادم رفت در اینجا. وقت اگر لاگرانژی رو داشته باشیم قانون حرکت اینه، معادله اویلر لاگرانژی. اگر همیلتونی رو داشته باشیم قانونهای حرکتمون همین قانون به این صورت در میاد. ببینید دی به دی تیه. این چیه؟ پی آیه. پی آی مساویه دی ال به دی اکس آی اینه. مساویه این اونه دیگه. بله منهای مساویه منهای دی ال به دی اکس آی مساویه دی ایج به دی اکس آی. برای اینکه این ایج تفاوتش با ال در این بود مساویه پی آی به توان پی آی پی آی بر ام منهای ال. اون وقت اگر شما از این بخواین نسبت به اکس آی مشتق بگیرین این توه و این شرکت نخواهد کرد. اینجو درسته این شرکت نخواهد کرد و به این معادله میرسید و خود دی اکس آی به دی دی این عبارت است از سرعت و مساویه با الان به این لاگرانژی نگاه بکنید به این همیلتونی نگاه بکنید که کجا نوشتم بین اینجاست مساویه ام دی وی به دی تی. دی وی رو هم می نویسین ام چون ام تابع از اکس دی اکس به دی تی. گرادیان وی دی به دی اکس وی و اینم به دست میارین منهای دی ایج به دی پی آی. بنابراین معادلات همیلتون به این صورت هم. خلاصه بکنم دی اکس آی به دی تی مساویه دی ایج به دی پی آی و دی پی آی به دی تی مساویه به علاوه دی ایج به دی اکس آی.
ඉන්ෆෝර්මලිස්ම හැමිල්ටෝනිය ව ඉන්ෆෝර්මලිස්ම ලග්‍රන්ජිය. و ساده ترین لاگرانژی هم در مکانیک میشناسی می نویسنه تیک منای انرژی پتانسیل. و اگرم یه ذره آزاد باشه همون دی اسی که گذاشتم اونجا اون لاگرانژیه. اگر ذره آزاد باشه نیروی روش وارد نشه خط مستقیم باید بپیماد دیگه. لاگرانژی همون دی اسه که در اون مثال اول که نوشتم و پاک کردم. بنابراین این دو تا فرمول یادتون باشه، معادلات لاگرانژ برای دینامیک و معادلات همیلتون برای دینامیک. نکته اساسی اینه که لاگرانژی باید بر حسب سرعت و مختصات نوشته بشه، همیلتونی باید بر حسب مختصات و مومنتوم نوشته بشه. این نکته رو باید چیز بکنید. تعریف مومنتوم هم dl به dq.i منتها بعداً این تو q.i که تعریف میشه اونو باید حذف بکنید از روی این فرمول. این فرمالیسم مکانیک لاگرانژی و همیلتونی معادل هم هستن، یکی بر دیگری ترجیح نداره مگر اینکه یکی یکم در موردی ساده تر باشه از دیگری، ولی نتیجه نهاییشون یکسانه. البته یه جا هم با ناچار میشیم همیلتونی رو به کار بریم، اون وقتیه که بخوایم کوانتوم مکانیک صحبت بکنیم. کوانتوم مکانیک ترجیحش اینه که با همیلتونی صحبت بکنه، با لاگرانژی صحبت نمیکنه. و علتش هم اینه که در کوانتوم مکانیکی اصلی داریم، اصل انسرتنتی هایزنبرگ، که شما نمیتونین برای یه نقطه، برای یک سیستم دینامیکی مختصات دقیق یا مومنتوم دقیق تعریف بکنید و بگین که این نقطه است، گذاشتم در نقطه x مساوی با صفر و ساکن. این کوانتوم مکانیکی نیست این حرف. حد اکثر اینه که این ذره تون اونجا میگذاریم، کوانتوم مکانیک میگه این ذره در سر جای خودش تکون خواهد، نه جاش معینه و نه سرعت و نه مومنتومش معینه. ولی یه قاعده هست، دلتا اکس دلتا بی اکس حد اقلش باید اجبار باشه و اونجا کوانتوم مکانیک رو بر مبنای لاگرانژی فرمول بندی میکنیم و همیلتونی رو ببخشید همیلتونی فرمول بندی میکنیم و فرمول اویلر لاگرانژ رو هم میذاریم کنار. خب اینا صحبت های کلاسیک نیوتونی بود. در چارچوب گالیله هم این حرف هایی که زدیم چیز هستند، فرم وریانت هستند. حالا اگر بخوایم بریم به نسبیت باید چی کار بکنیم؟ توی نسبیت هر کاری که میکنیم، هر کمیت که ازش صحبت میکنیم، باید تحت لورنس ترانسفورمیشن فرم اینوریانت باشه. لاگرانژی سکیلر، بنابراین لاگرانژی در نسبیت خاص باید یک لورنس سکیلر باشه. یعنی اون چیزی که می نویسین اگر از یه فریم به فریم دیگه ترانسفورمیشن دادین فرمش عوض نشه. این معنای سکیلر بود. اگر بردار در این صحبت میکنید باید از یک فریم به فریم دیگه ترانسفورمیشن پیدا میکنه، فرم برداریش رو حفظ بکنه. تانسور باشه فرم تانسوریش رو باید حفظ بکنه. بنابراین حالا با این مقدمه
میخوام برم سراغ دینامیک نسبیتی. دینامیک نسبیتی هم میگم منظورم اینه که دینامیک ذرات باردار برای تنها چیزی که فعلا یاد گرفتیم و نسبتاً تر و تمیزه حرکت ذرات باردار در میدان الکترومغناطیسی تحت نیروی لورانتز که این رو تر و تمیز میشناسیم و تحت لورانتز ترانسفورمیشن هم این وریانت میمونه. حرکت تحت گرانش نیوتن خیلی چیز شست رفته نیست، درب داغونه، اونو میذاریم کنار برای یه مورد دیگر. خب حالا یه ذره آزاد نسبیتی داشته باشیم، لابد یه مختصات اکس آی داره، اکس آلفا داره و اگر حرکت بکنه یه یو آلفا داره. این یو آلفا هم تعریفش هست دی اکس آلفا به دی تاو. تاو خودش عبارت هست از دی اس دو مساوی سی دو دی تاو دو مساوی دی اکس الفا دی اکس الفا یا اتا الفا بتا دی اکس الفا دی اکس بتا. اتا رو میشناسیم، ماتریس مینکاوسکیه. چون میخوام این کتاب رو بخونیم، توی این کتاب برای این منظور اتا رو گذاشته است جی آلفا بتا، اسمش متریک فضا زمانه، متریک فضا زمان مینکاوسکیه. جی آلفا بتا بگذارم و جی آلفا بتا یه تانسور مربعی قطری یک منهای یک منهای یک منهای یک تعریف کردیم. یادتون هست دیگه نه؟ خیلی خیلی خوب. حالا ذره دارم، مکانش اینه، سرعتش اینه، لابد مومنتومش رو چقدر باید به دست بیارم؟ چهار مومنتومش. اگر سرعت داشته باشین مومنتوم رو چطور دست میاره؟ بدیهیات دارم میپرسم. ذره سرعتش اکس داته، مومنتومش چقدر؟ اکس داته. خب اینجا چیکار بکنم؟ اینجا چیکار بکنم؟ ام یو دات بگم خوبه؟ ام یو بگم خوبه؟ مومنتوم؟ بسیار خوب. چگونه یه اسکیل را از این بسازم؟ از زمنان اینم یادآوری بکنم، این یه چاربرداره، کانتروورینت، اینم کانتروورینت، برای اینکه دیتا اسکیلره و اکس آلفا دی اکس آلفا بردار کانتروورینت. اگر اندیس رو پایین بنویسم یعنی به اتا ضرب کردم بردار کووریانته. بردار کانتروورینت دی اکس آلفا کووریانتش خواهد شد سی دی تی به دی تا
منهای دی اکس به دیتا، منهای دی وای به دیتا، منهای دی زد به دیتا، برای اینکه اتا قطرش هست یک، منهای یک، منهای یک، منهای یک. خیلی خوب، حالا من یه لاگرانژی تعریف بکنم. یو الفا اسکیلر هست یا نه؟ هست دیگه؟ بله. برای اینکه این الفا پایین و بالا تمدیگه رو چوبرم میکنه، یه اسکیلر به دست میاره. این رو یه رادیکال هم ازش بگیرم. این درست ریخت یک دوم ام اکس دات اکس دات رو داره. نه؟ میخوایم بنویسم جی الفا بتا دی اکس الفا به دیتا دی اکس بتا به دیتا. و اکشن رو بنویسم انتگرال اکشن ضرب در دی تی دیتا، یعنی ام رادیکال جی الفا بتا دی اکس الفا به دیتا دی اکس بتا به دیتا دیتا از یک تا یک تا یک تا یک تا دو. این اکشن انتگراله. از روی اینو باید مینیمایز بکنیم و یک معادله لاگرانژ به دست بیاریم. حالا اینو رو روشن بکنید، بقیهش از روی کتاب بخونیم. چجوری روشن میشد؟ چجوری روشن میشد؟ حوصله داریم بشین اینا رو بخونین و حتما هم یه مقدار از این کتاب رو بخونین. این نمیشه فقط گوش بکنین یا اینکه یادداشت های کلاستون باشه یا حتی یه کتاب فارسی هم اگر پیدا کردین خوندین که باید نمیکنه. باید این کتاب های انگلیسی رو بخونین اگر میخواین یه فیزیکدان باشین. این کتاب شروع کرده با معلوماتی که قبلا دارین. این نیروی لورنتس که نوشته روی ذره، ولی من اینا رو رد میشم. لاگرانژ فرمولیشن لاگرانژ رو داره میگه، معادله لاگرانژ رو نوشته. این برای یه غیر نسبیتیه فعلا. اون وقت من میرم سراغ این صفحه که منفست کووریانت میخواد نشون بده. نانجیان من فرمول 12-22 رو اونجا براتون نوشتم. رادیکال منهای امسی، حالا اون سیش هم ضرب بکنید، منهاش هم بگیرین، برای اینکه میخوایم بگیم که همیشه این کلمه لاگرانژی باید مینیمایزد بشه، اکشن باید مینیمایزد بشه. و اینجا به دلایلی که در این علامت
جیمی نیو گذاشته ایم این مکسیمایز میشه و منها رو میگذاره تا اینکه این کلمه منیمایز رو همیشه بتونیم به کار بریم. لاگرانژی منهای ام سی از تا یک تا دو رادیکال آلفا بتا و ضمناً اینم دقت بکنید یو آلفا اگر اندازش رو بگیرین برابر با سی دو هم با همونجا نگاه بکنید یو آلفا برابر با سی دو در میاد وقت از این یو آلفا مشتقم بگیرید چون سی دو یه طرفش یو آلفا ضرب در دی یو آلفا به دیتا برابر با صفر میشه این رابطه یعنی چی؟ یو یعنی سرعت در روی مسیر دی یو آلفا به دیتا یعنی شتاب عمود است بر سرعت برای اینکه یو آلفا معادله 12-23 مساوی با سی دو از طرف اینی مشتق بگیرین به معادله 12-24 میرسین شتاب عمود است بر سرعت دستکاری بیشتری میتونیم بکنید کاری که من اونجا براتون انجام دادم یو آلفا رو بنویسین دی اکس آلفا به دیتا دی اکس آلفا به دیتا بعد جی آلفا بتا دی اکس آلفا دی بتا انتگرال عملتون منهای ام سی از تی یک که بازم برگشتیم به این دی اس کل این دی اس چیز زیادی نیست آره دیگه یو آلفا سرعت دی یو آلفا به دی تا شتاب شتاب های نسبیتی لورنس کووریانت خب این اکشن نمونه حالا اینجا چی کار میکنیم بیایم معادله لاگرانژ رو به دست بیاریم دیگه به دست بیاریم بگیم دی یو آلفا جمله بنویسم ببینید این لاگرانژیه این دیگه و از این نسبت به یک کدوم از اینا مشتق بگیرم و بعد دوباره از اون مشتق بگیرم از این مشتق بگیرین خواهد شد دی اکس آلفا به دی اس بعد تقسیم بر این رادیکال خودش این جی آلفا بتا را هم خورده در اینجا چون اینو بتا را آورده پایین بتا را برده بالا این مشتق اینه دی به دی اس این باید صفر باشه و این اگر صفر باشه خیلی خوب خود این یکه سی دویست یکه چون دی اس دویه بنابراین میشه ام دی دو اکس آلفا به دی تا مساوی با صفر این مثل قانون اول نیوتون دیگه اگه به جر میشه نیروی وارد نشه این شتاب نداره دیگه نه اگر به جرم نیرو وارد نشه شتاب نداره منتها در قانون نیوتون دی دو اکس به دی تی دو می نوشتیم الان شده دی دو اکس به دی تا دو اینو خوب دقت بکن چگونه از اون فرمول بالا بین رسید خود این دی اس دوه دی اکس آلفا دی اکس بتا دی اس دوه دو تا دی اس دو هم در مخرج هست میشه یک و بنابراین این میشه ام دی دو اکس به دی تا اما اس چیه؟ اس یه پارامتری بود در روی مسیر ذره به دست آمد دیگه همون سی دو دی توه دی تی سی دی تی سی دی تاوه دی اس برگردین ایرادی که نداره به جای این دی اس ها بگذارن سی دی تا و اون سی هم از طرف میرن این میشه
پس بنابراین برای یه ذره آزاد نسبیتی شتاب نسبیتی مساوی با صفر، نه شتاب کلاسیک نیوتونی، نه شتاب گالیلئی، شتاب نسبیتی برابر با صفر که باید با دیتا حساب بکنی. شتاب نسبیتی صفر باشه و شتاب گالیلئی نباشه. سوال خوبی کردی. دفعه دیگه رو کاغذ بیارم میدم میبینم. خب حالا بیایم این ذره‌مون رو بگذاریم در یک میدان الکترومغناطیس. ذره باردار باشه، بگذاریم در یک میدان الکترومغناطیس. لاگرانژی رو برای چطور بنویسیم؟ یک جمله باید به اون ال اضافه بکنیم. این الهایی که شروع کردیم، به اون ال اضافه بکنیم. این ال باید اینتراکشن بین ذره و اون میدان رو نشون بده. باید یه چیزی از میدان داشته باشه و یه چیزی هم از این ذره داشته باشه. در این حال میخواییم به لاگرانژیان اضافه بکنیم چهار اسکیلر باشه. چی به عقلتون میرسه؟ ببینید یه ذره دارم، یه میدان، یه اینتراکشن میخوام بین اینا، جمله اینتراکشن میخوام بین اینا پیدا بکنم. این اینتراکشن باید یک اسکیلر لورنتزی باشه، چهار اسکیلر باشه. از ذره اون چیزی که میشناسم سرعت است و شتاب هست و مکان. از میدان چی بیارم؟ خود اف میون بیارم، تانسور اون چگونه با ذره چی بیارم که اسکیلر بشه؟ یکی دیگر یه چیزی گفت. پتانسیل، وکتور پتانسیل بیارم. ایمیو ای با چندی که دارم کم ای الفا، ای الفا یو الفا یکی بالا پایین یه اسکیلر میده و شاید چیز مناسبی باشه به کار ببریم. امتحان بکنیم ببینیم که چجوری در میاد. استدلال رو دقت میکنید. ذره آزادم لاگرانژیشین یو آلفا یو آلفا، رادیکال یو آلفا یو آلفا. حالا گذاشتم در میدان الکترومغناطیس. الکترومغناط از الکترومغناطیس و باید یه جمله اینتراکشن بین اینها بسازم. از ذره سرعتش رو میشناسم، مکانش هم میشناسم، شتابش هم میشناسم. از میدان وکتور پتانسیلش رو میشناسم. ساده ترین چیزی که به نظر میرسه بگم یو آلفا ای آلفا که لورنتز اینوریانت هم هست، اضافه بکنم ببینم چی میشه. یو آلفا هست یا نه؟ با اس حساب کرده، اس و تی فرقی ندارن با هم. یو آلفا پایین، ای آلفا بالا. این هم که همونی که اونجا میبینید. حالا ماده لاگرانژ چی میشه؟ از دی آلفا به دی اکس، آلفا به دی اس مشتق بگیرم، بعد یه مشتق دی اس بگیرم،
و بعد نسبت به x الفا مشتق بگیرم و ببینم چی میشه. ماله اویلری که اونجا داشتیم. این لاگرانژ دوباره نوشته. این شاخ و برگ که برداشته این لاگرانژیه. اون وقت از این مشتق بگیریم. چیز ماله اویلر در بیاریم. این ماله اویلره. از این تکش مشتق بگیریم نسبت به آلفا. دی اس رو برگردونده دوباره به دی آلفا گذاشته. ام دی دو اکس به دی آلفا. و اینجا از اینم ببینید وقتی که به دی آلفا مشتق میگیره دی اکس آلفا یکی هم اینجاست. اون وقت دی سیومه بعدن از این نسبت به ای باید مشتق بگیره. این جمله از اینجا میاد. و بعد منهای این اکس ها رو کجا میبینیم؟ اینجا میبینیم. و اینم میشه ای سیوم دی اکس به تا به دی تا دی الفا به دی ای به تا به دی الفا به تا اینجا جمع شده روش نسبت به مشتق. و اما حالا این چیه؟ اینجا چیست که تابعی از تیه؟ خود اکس. بنابراین این رو می نویسیم دی اکس بتا به دی تا دی الفا به دی اکس بتا. و اون وقت این دوتا رو جمع بکنید میشه این. ولی این همون اف الفا بتا مونه دیگه. و بنابراین به دست میاریم ام دی دو اکس به دی الفا مساوی اف الفا بتا دی اکس بتا. فرمول 12-22-32 نخواسته این رو اف آلفا بتا بنویسیم. اف آلفا بتا رو هم میشناسیم. میدانهای الکتریک و میدانهای مغناطیس توشون پخش شدن. حالا این رو اگر باز بکنید خواهید دید که این جرم ضرب در شتاب مساوی نیروی لورنسه. این همه نیروی لورنس که اینجا میبینید. همین نیروی لورنس که در اول کتاب آغاز این کتاب با نیروی لورنس بود. این شروع کتاب مومنتوم، تغییرات مومنتوم مساوی نیروی لورنس و انرژی هم ای یو ضرب در ای مساوی. این جمله اون معادله چهار مؤلفه داره. سه تاش اینه. مؤلفه چهارمش انرژیه که به این صورت در میاد. و روشن دیگه تغییرات در انرژی مساوی نیرو ضرب در سرعت. این چیز آشناییه. حالا اون رو از قبل میدونستیم و روش کتاب این بودی که با این چیز شناخته شده کلاسیک شروع بکنه برسه به فرمالیزم ترانسفورمیشن لورنس. من یه جور دیگری استدلال کردم. گفتم فرض کنید من اینو نمیدونم. ذره دارم و میدان.
و برای اینا میخوام همیلتونی بنویسم. ذره آزاد همیلتونیشو میشناسم. یو آلفا یو آلفا رادیکال. و یه اینتراکشن با میدان باید بنویسم. از میدان و اون چیزی که می‌نویسم باید لورنس اسکیلر باشه. از میدان ای آلفا رو می‌شناسم که بردار درست حسابیه. از ذره چی گفتم؟ ای آلفا رو می‌شناسم و از ذره یو آلفا رو می‌شناسم که سرعت و حاصل ضرب داخلی اینها یه اسکیلر و لورنس اسکیلر و امتحان کردیم و آخر سر به یک نتیجه می رسیم. پس بنابراین راه درستی رفتیم. این قاعده کلی لاگرانژی اگر می خواهید درست بکنید ببینید چی دارین و چطور از این یه اسکیلر درست بکنین. اگر مسئله تون نسبیتیه، این مسئله نسبیتی باید اون چیزی که می سازین لورنت اسکیلر باش. و اگر این قاعده ها رو مراعات بکنید به احتمال بسیار زیاد جواب درست رو دست میاری. خب فرمولیشن همیلتونی چی میده؟ اینا رو هم توضیح بدم. این لاگرانژی بالا و متغیرم یو آلفا. ببینم چرا یوهای بزرگ نمیذاره اینجا. Dynamics of Relative Particles, Electromagnetic. نه این هنوز با روش قدیمش داره جلو میره. ایرادی نداره میگم. این لاگرانژی که اینجا نوشته لورنس اینواریانت هست ولی به وضوح نمیبینین، به آشکار نمیبینین که لورنس اینواریانت باشه. باید زحمت بکشین به صورت لورنس اینواریانتش در بیاد. منیفست لورنس کوواریانس باید در بیارین. این لورنس کوواریانت هست ولی منیفست کوواریانت نیست. اون چیزی که داشتیم اون ریختش نگاه میکردین داد میزد که این لورنس کوواریانته. این نه، داد نمیزنی که لورنس کوواریانت، ولی هست. منیفست لورنس کوواریانت هست ولی منیفست نیست، آشکار نیست. ایرادی نداره. برای یو آی بیاییم مومنتوم تعریف بکنید. یو آی یکی اونجاست، یکی اینجاست. گاما و خود اینم یک بر گاماست. خود این رادیکال هم یک بر گاماست که میشناسیم. اون وقت دی یو به دی آلف بزنین این گاما میره مخرج، این رادیکال میره به مخرج میشه گاما. ام هم هست اونجا و سی هم از اینجا به دست میاد. میارین گاما ام یو آی از اینم که خیلی روشنه دیگه، یو آی ای آی ای تقسیم بر سیوم آی. بنابراین مومنتوم سه مومنتوم آی یک دو سه سه مومنتوم هست. مومنتوم کلاسیک بلاوی ای سیوم ای. اگر یادتون باشه این رو توی کوانتوم مکانیک دیدین، وقتی که مومنتوم ذره باردار را می نویسه صرف هم پی بر دو ام نمی نویسه، پیش رو می نویسه پی بلاوی ای سیوم ای، بعد این رو مجذور می کنه به دو ام تقسیم می کنه. خانم اگر یادتونه دیگه نه اینا؟ خب همیلتونی میخواییم بسازین، پی
www.umnil و بعدم بیاین حتما یورتون رو حذف بکنید چون دیکس به دیتیه و همینطوریتون به این صورت در میاد. ببینید این فرمول 12-16 مومنتوم رو تعریف کردیم و یو رو باید حذف بکنیم به حساب مومنتوم و به این ترتیب حذف میکنیم. حالا این رو بگذارین در اون فرمول که بالا هست اون 12-15 که اونجا میبینید به جای یو بگذارین این رو به دست میده بید. این همیلتونیه یه ذره بارداره در میدان مغناطیس که الکتریک پتانسیل اینجا ظاهر شده، وکتور پتانسیل اینجا با پی شروع کرده. این اون چیزیه که در کوانتوم مکانیک به کار میبریم، میگیم که این اپراتور باشه روی یه پسای اثر بکنه و بعد بقیه یه داستان. باز داستان پی آلفا، پی آلفا ام سی دوه، پی آلفا تون مساوی با این مقادیره. من از اینجا شروع کردم که منفست کووریانس ریلاتویسیک لاگرانژیان رو داشته باشیم. ببین این لاگرانژی داد میزنیم لورنس کووریانته، این دومی هم همینطور. ببین این لاگرانژی هم باز به آشکار لورنس کووریانت اسکیلر، لورنس اسکیلر. این آلفا پایین، آلفا بالا، آلفا بتا بالا، آلفا بتا پایین و این لورنس کووریانت اسکیلر هست. چون هیچ اندیسه آزادی وجود نداره. آلفا اینجاست، اینجا جمع میشه، بتا اینجاست، اینجا روی اونم جمع میشه. اثری از آلفا بتا نخواهد بود. دامی ایندکسن اینا. حالا بعد ببینیم چی کار میکنیم. اینا معادله حرکت که به دست آوردیم. اینو مسئله داده بودم که امروز به من تحویل بدین. بله. دوباره تعریف مومنتوم. هم تعریف همیلتونیان. معادلات حرکت. دی اکس آلفا به دیتا، دی ایچ به دی پی آلفا و پایینی. دی اکس آلفا به دیتا، دی پی آلفا به دیتا. وقت این دی ایج به دی پی آلفا، این منهای دی ایج به دی اکس آلفا خودش نشون میده. حسن همیلتونیان در چیز کلاسیک، در فیزیک کلاسیک اینه که اکس و وای رو کم و بیش برابر هم میذاره و مستقل از هم میگه که دلتون میخواد با این کار بکنید، دلتون میخواد با اون کار بکنید. به طور موازی اینا رو یه استقلال میده به اکس و پی. اکس و پی در کنار هم حرکت میکنن.
لاگرانژی این خاصیت رو نداره. میگه که اون چیزی که میخواد کار بکنه کوردینیته و سرعت هم داره این کوردینیته. صحبت مومنتوم کنار رفته. کوانتوم مکانیک این توازن و تقارن رو به هم میزنه. کوانتوم مکانیک رو چجور درست میکنین؟ یادتون هست دیگه. یه همتونی مینویسین. بعد میگین که همتونی مومنتوم داره توش پی. بعد پی رو میگذارین منهای آی اجبار دی به دی تی یا بلاوی آی اجبار دی به دی تی. دی به دی به دی اکس. یادتونه کوانتوم مکانیک؟ در کوانتوم مکانیک پی برابر است با یه اپراتوره، پی اپراتوره برابر است با منهای یا بلاوی بلاوی ایج بار آی ایج بار منهای آی ایج بار دی به دی اکس. به نفع اکس میبینی که مومنتوم کنار میره. میتونستیم وارونه بکنین اکس رو به نفع پی از بین ببریم. بگید که اکس اپراتوره و بر حسب پی میشه منهای به علاوه آی ایج بار دی به دی پی. میتونستین این کار بکنین. ولی حسنش اینه که مومنتوم با توان دو همیشه ظاهر میشه و آسان تر باش کار کردن. خب دیگه این هم معادلات همینطوریه. Motion in uniform static magnetic field. یکی از این فرمولا اون بالای بالا اول که شروع می کردیم دی ای به دی دات عبارت بود از چی؟ یو دات ای میدان الکتریک. بله. ولی اگه میدان الکتریک نباشه صفر میشه دیگه. نه وقتی ای به دی تی مساوی ثابت. خب چه نتیجه بگیریم از این؟ ما معادلات اویلر معادلات حرکت ذره باردار تحت نیروی لورانتس رو بالای بالا نوشته بود. خب مومنتوم تغییراتش نوشته بود، تغییرات انرژی هم نوشته بود. یو دات ای، ای میدان الکتریک بود. حالا یه میدان الکتریک صفر باشه، بنابراین انرژی ذره ثابته. در میدان مغناطیس حرکت میکنه ولی انرژی ثابته. خب چجور حرکتی ممکنه این باشه که انرژی رو نده، حرکت باشه و انرژی تغییر نکنه؟ یه لوپ باشه بله یه مسیر بسته باشه، اصلا یه حرکت دایروی باشه. اصلا اینو میدونیم یه ذره در یه ذره که حرکت میکنه در میدان مغناطیس یه نیرو بهش وارد میشه، عمود برشه. اگر عمود برشه این رو میچرخونه دوره یه دایره میچرخونه و اگر روی دایره چرخوند سرعت در دور دایره مقدار ثابتیه دیگه نیست و یک دوم ام وی دو برابر با مقدار ثابتی میشه. پس بنابراین این مسئله ای که الان اینجا مطرح کرده Motion in uniform static magnetic field باید انتظار داشته باشیم که یه حرکت چرخشی دور میدان میدان مغناطیس باشه. اینو قبلا با این شهود فیزیکی اگر داریم به نتیجه بگیریم
و بعد بریم فرمولا. خب اون معادلات بالا رو دیتا و فلان این چیزاش رو گذاشته کنار و میدان مغناطیسش هم گذاشته، میدان الکتریکش هم گذاشته کنار و به این صورت در میاره. ببینید این فرموله ها این فرموله این آی رو این آلفا رو بذارین یک دو سه، اون وقت میدان الکتریک هم نباشه. پس بنابراین مثلا من اگر این رو آی بگذارم، این اگر جی باشه، میدان الکتریک در سطر اول و ستون اول بود دیگه، نه در اف آلفا بتا. ببینین اف آلفا بتاست، میدان الکتریک در کجا بود؟ در این اف آلفا بتا تو سطر اول پخش شده بود، توی ستون اول. سطر اول، ستون اول، یعنی سطر صفرم و ستون صفرم. اگر اونو بگذارین کنار، میدان الکتریک رو گذاشتین کنار. پس بنابراین میدان الکتریک اگر گذاشتین کنار، این بتا نمیتونه صفر باشه و اینم نمیتونه دی به دی تی باشه. اون وقت پس بگیم که دی دو اکس آلفا به دی تا دو مساوی ببخشید دی اکس آی، اینو بکنم آی آی جی، آی جی منهای جی آی، این یکی از مؤلفه‌های میدان مغناطیسه، درسته؟ ها؟ میدان مغناطیس در کجاها بود؟ در اون سه درسه پایانی بود دیگه، و باز سطح و ستون آی و جی مشخص بکنیم. اون وقت به دست میاد فرمولی که اینجا بود. پایین اینجا هم یا بالا میرم؟ بله این فرمول رو میگم در بیاریم. این وی همون یوشه، خودش هم میگه اینجا من ترجیح داده یو رو چیزی، و دیو دیتا داشت، دیو دیتا ها رو گذاشته گاما دیتی. و مسئله به این صورت شده. الان همون رابطه‌ای که قبلا میشناختیم، ذره با مومنتوم پی در میدان مغناطیس نیرویی بهش وارد میشه که عمود برشه، انرژیش هم تغییر نمیکنه. این همون ای دات ویه، یو دات ای، ایه که ای رو برداشتیم، میدان الکتریک رو برداشتیم، صفر. پس انرژیش ثابت. خب بنابراین یه دایره باید به شرخ حوله میدان الکترومغناطیس. حالا این معلوم این صورت، حالا این را بنویسین ام دی وی به دی تی، امش هم بیارین این طرف را تقسیم بکنید و ببینید وی دارین، بی دارین، ای سی بیوم رو اسمشو بگذارین اومگا بی، این سرعت زاویه ای میشه. و بعد این رو مالی حرکت شو حل بکنیم، به دست بیارین. خب حالا هر معادله دیفرانسیل یه شرایط اولیه میخواد دیگه، نه؟ معادله دیفرانسیل
درجه دوه، بروی الان درجه یکه. بنابراین یک شرط اولیه میخواییم. در اول این ذره چه سرعتی داشت؟ اینجا توی این فرمول میگه که فرض کنم این بی در روی در صفحه ایکس وای یک و ای دو و ای سه، سه تا بردار واحد روی محورهای ایکس وای زد، و سرعت ذره را هم تقسیم میکنه به سرعت در امتداد محور ایکس ها زد ها، سه رو ببینید، و سرعت عمود و سرعت در صفحه ایکس وای. این مسئله رو که حل میکنه وی تی برابر میشه. ببینید یه میدان مغناطیس اینجا هست، اینجوری یه ذره پرتاب کردیم. این ذره سرعتش رو تجزیه بکنید به دوتا، یکی در امتداد میدان، یکی در امتداد عمود بر میدان. به اون سرعت در امتداد میدان، این میدان مغناطیس کاری نداره. بنابراین با همون سرعت راش میکشه میره. ولی این سرعت عمودیش به این چرخش میده. بنابراین حرکت این یک فنر مانند خواهد بود. حول میدان مغناطیس. این فرمول این رو میگه. وقت اپسیلون یک، یک بردار واحد در امتداد اکس، اپسیلون دو بردار واحد در امتداد دویه، وقت این رو ای به توان آی اومیگا تی نوشته کامپلکسه. شما الان این رو تجزیه بکنید به حرکت در امتداد اکس، یک کوسینوس اومیگا تی بی به دست میارین و در امتداد وای یه سینوس به دست میارین. اون وقت و آخر سر میرسیم به اینکه در صفحه ایکس وای چرخش داره و با سرعت ثابت هم در حول محور زد ها میره بالا. ایکسشو میخواین؟ خب این سرعتشه انتگرال بگیرین دیگه. بستگی زمانی رو میبینین در کجاست. بستگی زمانی این ویه، وی یعنی دی اکس به دی تی. خب انتگرال بگیرین از این نسبت به زمان. زمان یکی اینجاست و دیگه جای دیگری نیست. به ثابت انتگریشن که ذرتون از کجا رها کردین با سرعت وی تی رو ببینین در اینجا یه حرکت یک نواخت در امتداد زد ها و بعد این رو هم عوض کرده چون انتگرال گرفته نسبت به تی یه آی دیگه اینجا آمده و آیه داستان. چی داریم؟ Motion in combined uniform static electric field. یه درجه میبره بالا. مسئله بالاش در uniform magnetic field بود. الان میگه یه استاتیک فیلد هم داشته باش، استاتیک الکتریک فیلد داشته باش. اون وقت حد میزنیم چی باشه؟ ذره یه میدان استاتیک و
روش اثر میکنه. بنابراین یه نیروی ثابت سرعت ضرب در یه نیروی ثابت بار ضرب در میدان الکتریک روش وارد میشه. پس بنابراین اگر اون میدان الکتریکتون رو بگذارین روی محور زدها، چه نوع حرکتی در امتداد زدها پیدا میکنین؟ این سوالات خیلی ساده میپرسم ها، فقط فکر نمیکنی یا جرأت نمیکنی. ببینید اصلا میدان مغناطیس بذارین کنار، یه ذره در میدان الکتریک ثابت چگونه حرکت میکنه؟ ذره بار دار، خط مستقیم میره، پس دمی که بارش مثبت یا منفی باشه، یا این ور میده یا این ور میاد، شتابنده است. در حول در امتداد محور اکسا شتابنده است. خب حالا میدان مغناطیس هم بگذاریم، میدان مغناطیس حرکت دورانیش رو به وجود میاره و اون وقت اون حرکت شتابندش رو به وجود میاده. منتها ببینیم چه نوع مسیری برای چیز میشه. یه مارپیچه، منتها بالاتر که میره گمان میکنم چون سرعت زیاد شده، سرعتش زیاد شده، این مارپیچ دهنش قاعدتاً باز بشه. حدس میزنم حلقه های مارپیچ با پایین تر کمتره، شعاعشون بالا که میره همین مارپیچ خودش حفظ میکنه، ولی حلقه هاش از هم دیگه باز میشه. شعاعشون بکنم کم میشه، شعاعشون کم میشه، یعنی حالت انگار شبه مخروطی پیدا میشه. من فاصله بین هر مارپیچ و مارپیچ رو بیشتر. این برای حالاتیه که میدان الکتریک نباشه، شعاع فنر ثابته. ببینیم شعاع غیر فنر داده یا نه. نه، هر دومون اشتباه، هممون اشتباه کردیم. این چیز میره جلو در میدان مغناطیس فنر، ولی درفت پیدا میکنه، به یه طرف حرکت میکنه. بس به اینکه اندازه بارش مثبت باشه یا منفی باشه، از میدان الکتریک در میدان الکتریک این طرفی میره. کره زمین یه لایه ایونیزه داره، در حدود 50-60 کیلومتری زمینه تو اتمسفر. اون وقت یعنی الکترون ها و ایون ها آزادن. الکترون هاشون سبکن، تحرکشون بیشتره تا چیزا، ایون های مثبت. اون وقت میدان زمین، کره زمین میدان مغناطیس هم داره، مثل یه آهنربای میله‌ای میتونیم بگیرین که خطوط قوا از یه طرف بیان و از قطب شمال بیان به قطب جنوب برن.
از قطب جنوب بیان بیرون به قطب شمال بدن. اون وقت این الکترون هایی که در این جو هست در طول میدان مغناطیس حرکت میکنن. منتها میدان مغناطیس یک نواخت نیست. وقتی که حرکت میکنن به میدان های قوی برسن، حرکت اون انتقالی در طول میدان کند میشه. کند میشه به یه جایی میرسه که وایسه و بعد گرده دوباره به طرف میدان های ضعیف و از استوا بگذره بره به اون طرف. بنابراین حول میدان های مغناطیس میچرخن، منتها به یه جایی بسته به اینکه سرعت اولیهشون چی باشه، قبل از اینکه به قطب جنوب مغناطیس یا شمال مغناطیس برسن برمیگردن. یه همچین چیزی. مخصوصا وقتی که خورشید فعاله، یه مقدار زیادی پلازمای خورشیدی میریزه و الکترون توش هست، این فعالیت های شدیدتر و شدیدتر میشه. و این رو آقای ونالن در سالهای 1960 چند سال قبل از اون که پیدا کرده. برابر این در اطراف کره زمین یک انباری از الکترون ها هست که دور زمین میچرخن، بهش میگن ونالن بلت، کمربند ونالن. بله، این الکترون هایی هستند که توی میدان مغناطیسی زمین گیر افتادن و وقتی که خورشید فعاله یه مقدار اینا تعدادشون زیاد میشه، دیگه میدان مغناطیس قادر نیست اونا رو نگه بداره، میریزن توی جو، پایین طبقات پایین تر جو و شفق قطبی و این چیزا رو به دست میاره. شفق قطبی در قطبای شمال و جنوب، و معمولا هم وقتی که در قطب شمال شفق قطبی دیده میشه، در قطب جنوب هم شفق قطبی شما خواهید داشت، چون از هر دو طرف میریزن. مباحث بسیار جالبیه که از توی این فرمولا میتونیم به دست بیاریم. از شما دارتون خوب بسرم.